بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مردم بسیار خوب و عزیز سراسر کشورمون سلام عرض میکنم و تبریک میگم به مناسبت ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان که در پیش رو خواهیم داشت و بسیار خوشحالم که پنجاب و چهارمین افتتاح رو ما امروز شاهدش بودیم با بیش از ده هزار میلیارد تومان اعتبار و چیزی حدود هزار طرح و پروژه ای که امروز افتتاح شد در استانهای مختلف در شهرهای مختلف که برای ما بسیار ارزشمند بود مخصوصا در شهرهای بزرگ ما نیاز به کار بسیار زیادی داریم به هر تراکم جمعیت زیاد هست مردم باید به موقع به سر کار برسند بنابراین یک حمل و نقل بسیار روانی رو مردم نیاز دارند زندگی سالمی رو مردم میخوان بنابراین محیط زیست سالمی باید باشه خدمات باید به مردم برسه که حالا از آب و برق و فاضلاب و طرحهای مختلفی که وجود داره همه اینها میتونه حرکت بسیار خوبی باشه برای رفاه مردم ما امروز روز مبارک نیکوکاری هست هر کار خیری را که ما برای مردم انجام بدیم مخصوصا کارهای خیری که باقی میمونه شهر زیبا، شهر آرام، شهری که توان با نشات هست جزو کارهای بسیار نیکو و است که در واقع ما انجام میدیم شما الان نگاه کنید به اصفهان قرنها گذشته از اون مهندسین و طراحانی که میدان نقش جهان اصفهان رو درست کردند چقدر زیباست چقدر لذت بخشه چقدر افتخار و آفرینه و چه جور تاریخ ما رو تبیین میکنه یک کتاب روشنی هست با اوراق بسیار زیبا اون فکر شما ببینید اون روز در اصفهان میدانی درست کردن که بعد از صدها سال هنوز بزرگترین میدان شهرهای ایران ما هست خب معلومه که کار رو وقتی ما با نظر بلند برای قرنهای آینده نگاه میکنیم حالا اصفهان که درست اون وقت پایتخت بوده ولی به این بزرگی نبوده که این همه میدان بخواد و شما ترکیب کار رو که میبینید مرکز حکومت، بازار، مدرسه، مسجد همه کنار هم قرار گرفته یعنی کار علمی، مهندسی، فرهنگی، تاریخی همه با هم انجام گرفته و شما میدونید که بعد از قرنها حالا در مالزی پتروجایا این به اصطلاح پایتخت جدید مالزی که ساخته شده اقتباس شده از اصفهان و همه اون ترسی و سپول میدان مسجد مسجد شکل همه تقلید شده و خود نخست وزیر سابق در مالزی آقای ماتیر محمد به من گفت که شهری رو به زیبایی اصفهان من در دنیا ندیدم خب کار بزرگ و عظیمی وقتی دقیق انجام میشه یعنی کار درست و مهندسین فکور حکیم دقیق حالا شما ببینید الان یه جایی محله ما داریم درست میکنیم همون همون آغاز محله نمیشه تحمل کرد از نمیشه نگاه کرد شما باید سرت پایین باشه یک کم به بالا نگاه کنی سرت گیج میخوره اینقدر ساختمان ساختمان‌های بی غواره و بلند و بی حساب کتاب و برای پول در آوردن و چی واقعا ما داریم به وجود میاریم و اونها چه کار کردن اونها درس به ما میدن که ما چجور جور شهرامونو باید بسازیم زیبا بسازیم در یه چارچوب بزر... درست متوازن درست کنیم اما در این حال در این سالهای اخیر کارهای بسیار زیادی انجام گرفته خب مترو یکی از اوناست مترو درسته قبل انقلاب به فکرش بودن طراحی مترو تهران هم مال قبل انقلابه منتها بعد انقلاب خب مخالف بودن است اینکه مترو در تهران درست شد داستان عجیب غریبی داره حالا من نمیخوام راجع به اون صحبت کنم تو مجلس اول یکی از بحثایی که هیچ وقت به سمر نرسیدیم این بود که مترو در تهران درست شه یا درست نشه اما در مجلس دوم این کار شروع شد این کار آغاز شد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ایشون مصر بود من هم به عنوان نماینده تهران با ایدی از نمایندگان مسئول کار مترو شدیم که دنبال کنیم تا به ثمر برسه به نتیجه برسه خب امروز مترو یک نعمت برای مردم در روز صلح نعمت خدای کرده اگر روز جنگی هم پیش بیاد باز هم یک پناهگاه طبیعی بسیار خوبی هست که برای مردم ما در سایر خدمات در کنار سایر خدمات درست شده بنابراین کارهای زیادی امروز ما می‌بینیم در بحث فاضلاب یه حرکت بسیار خوبی شروع شده در بحث آب خب ما روزهایی بود در سال 93 میترسیدیم بخشی از آب تهران قدشه نبود واقعا کم بوده آب بود که حالا صد مملو و آبی که از اون صد میخواد بیاد در اون سال نهایی کردیم با یک سرعتی که آب به شرق تهران برسه امروز به همدلله شرایط شرایط آرامتری هست مردم با آرامش بیشتری میتونن زندگی کنن نه اینکه نقص نباشه ایراد نباشه اما در این حال اینکه هر روز افتتاحی در تهران میشه در شهرهای بزرگ داره انجام میگیره به این معناست که همه مسئولین شهری وزارت کشور ما شوراهای شهر ما، شهرداران ما همه تلاش میکنن و فعالیت میکنن برای اینکه مردم زندگی بهتری داشته باشن. حالا فردا روز درختکاری هم از هفته منابع طبیعی است. ما هر چه بتونیم شهرامون رو زینت ببخشیم به درخت، هم تنفس مردم آسونتر میشه، هم شهر زیباتر میشه و هم میتونه اساسا زراعت درخت در اطراف شهرها به عنوان یک کاری باشه که هم ما رو از جنگل ها بی نیاز بکنه جنگل ها از بین نره تخریب نشه و هم هم در خوبی داره برای نیازمنده های صنعتی ما که ما نیاز به چوب داریم الحمدلله این حرکت ها داره انجام میگیره امروز روز بسیار خوب و بانشاتی برای ما بود که در شهرهای مختلف حرکت آبادانی بسیار خوبی اونم در ماه اسفند که نزدیک فروردین هستیم الحمدلله به خوبی انجام گرفته من تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم از همه دستندرکاران، از همه مهندسین، کارگران، شهرداری ها، شوراهای شهر وزارت کشور و همه مسئولین در سراسر کشور برای آبادانی کشور دو نکته رو اینجا در پایان بحث امروزم میخواهم اشاره کنم نکته اول اینکه ما از اول علاقه بودیم با آژانس بین المللی اتمی کار بکنیم همکاری بکنیم و آژانس به خوبی میدونه که ما با آژانس همکاری بسیار خوبی رو در این مدت انجام دادیم گزارشات آژانس همین رو میگه حالا یه دی که به نظر من فکرشون درست کار نمیکنه برای حرکت درست متاسفانه از کشورهای اروپایی هم هستن که ادعای دوستی با ما میکنن دنبال یه تری هستن برای امروز و فردا من اون را نصیحت میکنم که این کار رو نکنن و به آژانس نصیحت میکنم که روابط بسیار خوب و دوستانه ای که ما با هم داریم نگذارن تخریب بشه و حرف اصلی من اینه آژانس جای کار سیاسی نیست سه کشور اروپایی بفهمند آژانس جای بازی سیاسی نیست بازی سیاسی رو کنار بگذارید آژانس جای فنی هست بگذارید ما کار فنی خودمون رو با آژانس انجام بدیم ما یه قرارداد و یه توافق بسیار خوبی با آژانس رسیدیم در همین هفته های اخیر بعد از قانونی که مجلس وضع کرده بود بذارید اون توافق ادامه پیدا کنه مسیر ادامه پیدا کنه ما مثل همیشه باز هم تکرار میکنیم فعالیت های هستی ما صد درصد صلح میزه ما میخواییم آژانس به راحتی نظارت خودش رو انجام بده و اگر شما آژانس اگر میبینه هنوز با دلخواه خودش یه ذره فاصله داره دیگه این اشکالش مال آمریکاست اونا تحریم رو دارن، بلا فاصله روابط ما روابط گرمتری خواهد بود و بازرسان آژانس هم به خوبی و بدون هیچ مشکلی میتونن هر نظارتی که در چارچوب قانون باید انجام بدن به خوبی انجام بدن این نکته اول من نکته دوم من خطاب من با آمریکایی هاست ما سه سال تمام مقاومت کردیم و صبر کردیم در برابر تخلف دولت قبلی آمریکا در برابر اقدامات تروریستی دولت قبلی آمریکا ملت ما مقاومت کرد ملت ما ایستادگی کرد و خب شما حتی در دوران کرونا هم به اون وظایف انسانی خودتون عمل نکردید دولت قبلی آمریکا در تاریخ باید شرمنده ملت ها و بویژه ملت بزرگ ایران باشه به خاطر ظلم و تعدی که به این مردم خوب و متمدن انجام داد در طول سه سال حالا دولت جدید آمده اگر بخواد جبران بکنه ما راه پیش روی او باز گذاشتیم بعضی از دوستان ما میگفتن آمریکا اول باید بیاد خسارت رو به ما بده تا ما با او حرف بزنیم تا با بیاد تو برجام البته آمریکا خسارت به ما زده بیش از 200 میلیارد خسارت مستقیم به ما زده در این سه سال ولی خب ما با دوستان گفتیم که فعلا این رو بذاریم برای مراحل بعد در مرحله اول اگر آمریکا مایل هست تحریم ها رو برداره بیاد داخل برجام بیاد حالا ممکنه خیلی حرف ما داشته باشیم حرفامونه بزنیم بعضی فکر نکنند یعنی گفت که بوی کباب نمیاد خر داغ میکنند بعضی فکر نکنند که تو این شرایط جدید مثلا یک فرصتی پیش آمده که بخوان ارز کنم چیزی رو بر برجام اضافه کنند یک حوث هایی که از قدیم داشتن. همه اینا رو بذارن کنار برجام برجامه برجام کم نمیشه برجام زیاد نمیشه یک متن واحد هست یک توافقی است که و کار امرم مفعولا تمام شده این چیز جدید نیست و مغزیگه یعنی چیز جدیدی نیست ما بخوایم مذاکره در راجع برجام ما نخواهیم داشت و بنابراین برجام در همون چارچوب و قواره ای که ما توافق توافق کردیم امروز پیش روی ما هست و من امیدوارم اونهایی که میخوان مسائل بین المللی از طریق دیپلماسی حل بشه لاقل در ادعا میگن از طریق دیپلماسی میخوایم حل بکنیم راهش اینه که تحریم رو بردارید اونی که مانع دیپلماسی است تحریم شما هست تحریم رو بردارید کار دیپلماسی آغاز بشه مذاکرات آغاز بشه ما پیش بریم وقت تلف نکنید لطفا من اینجا به سراحت بگم اطلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تاخیر بیفته مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران ایران اعلام آمادگی کرده و گفته هر وقت تحریم برداشته بشه ما به تمام تعهدات ما بدون استثنا عمل خواهیم کرد شالا امیدواریم در روزها و هفته های آینده شرایط بهتری را پیش روی ملت بزرگ ایران ببینیم و شاهد باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته